بینندگان عزیز، مقامات وزارت صحت طالبان گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور افغانستان درباره افزایش مرگ و میر مادران باردار در افغانستان رد کرده است. سیگار از ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته که ادامه این وضعیت میتونه که سبب افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان شود. همکارم سحر عظیمی به این مطلب پرداخته و همیکنون در استودیو با ماست. سلام سحر، وقتت بخیر. میشه کمی در مورد این گزارش نخست معلومات بدی و دوم از اینکه با او افرادی که خودت بر تهیه گزارش صحبت کردی با کدام نکات بیشتر اشاره داشتند؟ سلام به شما و به دوستای بیننده. در صحبتی که من با شماره از کارشناسان و زنان که در افغانستان هستند داشتم، وضعیت صحی برای زنان در 3 سال گذشته بسیار شکننده خوانده شده. این در حالی است که بخش‌های آموزشی و خصوصا بخش نسایی و ولادی و بخش قابلگی در 3 سال گذشته به خاطر بسته بودن این نهادها برای زنان فرصت آموزش در این بخش‌ها را نداده و مسلما این سبب شده که این سکتور با آزمون‌های مواجه شود. طوری که سازمان ملل متحد گزارش داده که بین سال 2024 و 2025 به 423 میلیون دلار بودجه به خاطر سکتور صحی در افغانستان ضرورت هست، این بخش که بخش نسایی و ولادی در سکتور صحی هست با کمبود کادر علمی، خروج دکتران از افغانستان و همچنین نبود دانش آموزان کافی در بخش نسایی و ولادی سبب شده که مادران زیادی را در معرض خطر قرار بده. در این مورد من یک گزارش برای شما تهیه کردم، از شما میخواییم که او را ببینیم. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار با ابراز نگرانی گفته است که ممنوعیت 1.1 میلیون دانش آموز دختر از رفتن به مکتب و کم از کم 100 هزار دانشجوی زن از دانشگاه ها سبب افزایش 45% در زایمان زود هنگام و افزایش 50% در مرگ و میر مادران خواهد شد. از آنجایی که زنان در طول 3 سال دسترسی به تحصیلات عالی نداشتند، عدم وجود دکتران متخصص زن در بخش زنانه و نبود تجهیزات بهداشتی و آموزش دختران در حد دیپلم در بخش قابلگی باعث افزایش مرگ میر مادران و نوزادان شده که این خود فاجعه بزرگ انسانی است. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته است که افغانستان برای سالهای متمادی یکی از بدترین ریکاردهای صحت مادران را در جهان داشته است. تا سال 2020 تحت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با داشتن 620 مرگ و میر در هر 100 هزار زایمان 8مین آمار بلند مرگ و میر مادران را در سطح جهانی داشت. سیگار با اشاره به گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی و ویژه سازمان ملل متحد گفته است که 20 هزار زن در افغانستان تنها در هر ماه در محلات دوردست که دسترسی به امکانات صحی در آن مناطق بسیار اندک است، طفل به دنیا می‌آورند. با گفته سیگار در حال حاضر تنها 67% زایمان‌ها در افغانستان در مراکز صحی و تحت نظر قابله‌ها انجام می‌شود. صندوق جمعیت ملل متحد به تاریخ 4 اکتبر امسال افغانستان را یکی از دشوارترین کشورها برای مادران عنوان کرد. محدودیت های کنونی حکومت فعلی افغانستان بر حقوق زنان و دختران مادران افغانستانی را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند و ادامه این وضعیت سبب افزایش مرگ و میر مادران در کشور خواهد شد و در هر 2 ساعت یک مادر به علت عوارض قابل پیشگیری و مرتبط به حاملگی و زایمان در این کشور جان می‌بازد. افغانستان یکی از دشوارترین کشورها برای مادران است که زنان افغانستان در هنگام بارداری و زایمان مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. همچنان پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت برای سالهای 2024 و 2025 میلادی برنامه‌های امدادرسانی بشری در بخش صحت 294 میلیون دلار در افغانستان کمبود بودجه دارد.